بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. أشراف در هر جامعه ای به یک طبقه ای گفته می شود که یک امتیازی بر طبقات دیگر دارند. اشراف یعنی طبقه ممتاز اون کسانی نیستند که پولی دارند، ثروتی دارند، تجارت عمده ای دارند، حساب بانکی سرشاری دارند یا مقام دولتی چنین و چنانی دارن. نه، اینا اشراف نیستن، یا خانواده چنین و چنانی دارن. اینا جزو طبقه ممتازه محسوب نمیشه. طبقه ممتاز کیان در اسلام؟ فرمود حملة القرآن. اینا ممتازه، اینا اشراف. حمله قرآن هم اون کسانی را شامل میشود، یعنی حامل قرآن بودن صرفاً به این نیست که انسان حافظ قرآن باشد. حافظ قرآن باشد، مفاهیم قرآن رو بداند، با قرآن مأنوس باشد. حامل قرآن بودن اینه، با قرآن مأنوس بشید. حمله قرآن یعنی کسانی که با قرآن مأنوسن، قرآن در دل اینهاست، در جان اینهاست، در ذهن اینهاست، در زبان اینهاست، معارف قرآن رو میدانند. این میشه حملت القرآن. یکی این و اصحاب اللیل، صاحبان شب، کسانی که با شب مأنوس هست. منظور برخواستن سحرگاهان و انس با خدای متعال در سحرگاهانه. اصحاب اللیل نی اینا. البته بستگی دارد به همت، بستگی دارد به ظرفیت. انس با خدای متعال در سحر که یک باب واسعی است. اینان اشراف امت. اون وقت اینجور شرفی و شرافتی پزدادنی هم نیست که بگیم ما حالا جزو حمله قرآنیم، جزو اصحاب اللیلیم، پوزشو بدیم. نه، این ارزشش به این است که انسان پوزشو نده، این رو وسیله تفاخر و برتری قرار ندهد. این ارزشش به اینه. خالصا لوجه الله کار را انجام بده، این میشه اشراف امت. این مهمه. مهم این است که در ملأ اعلی درباره من و شما چجور قضاوت بکنن. صفحه 305.